دست کنید، دستگاه تخصصی واسه آنالیز دست مواد شیمیایی به کار میره که آنالیز دستگاهی بهش میگن. در شرایط عادی خب آنالیز خیلی مشکله، شما بخواید فرض کنید همین هوایی که ما الان تنفس میکنیم آنالیز کنید، نیاز به این دستگاه داریم که میزان اکسیژن، نیتروژن، CO، CO2 و ناکس ها رو توش تعیین کنید. دستگاه گازکروماتوگراف که یکی از دستگاه های آنالیز آزمایشگاهی هستش و بسیلا میسنسیم دستگاه پیچیده ایه که بسیلا برای آنالیز مواد آزمایشگاهی استفاده میشه و این 20 و چند سالی هم که ما تولید کردیم شرکت دیگه وارد این عرصه نشده که این دستگاه رو تولید کنه. از اجزای مختلفی تشکیل شده که هر جزءش خودش داستان خودش داره و ما طی این چند سال ورژن‌های مختلف اینو ساختیم، ارتقا دادیم، طوری که جزء معدود کشورهای تولید کننده این دستگاه هست. امروز روش‌های آنالیز دستگاهی با یاری گرفتن از تکنولوژی‌های پیشرفته و سری در عرصه‌های مختلف از قبیل پزشکی، نساجی، منابع طبیعی و کشاورزی، معدن، پتروشیمی، نانوتکنولوژی و بسیاری از عرصه‌های دیگه به یاری محققین شتافته و با بهره‌گیری از روش‌های نوین پاسخگوی نیاز اونها شده. ببینید شما قیمت دستگاه خارجی تو خارج ارزان‌تر از تو ایرانه. یعنی دستگاهی که تو خارج از ایران هستش یه چیز حدود شاید 25,000 دلار قیمتش بشه، ولی همون دستگاه تو داخل کشور 45,000 دلار دارن عرضه میکنن. یعنی که قیمت دستگاه ما اگر با همون نرخ دلار بسنجیم حدود 15,000 دلاره. یکی از کارهای خوبی که معاونت فناوری ریاست جمهوری انجام داد و این نمایشگاه ساخت داخل رو راه اندازی کردن که یعنی 3 سال 3 دورش گذشته و امسال دوره چهارمش داره پیش میاد، یکی از اهرم هایی بود که کمک کرد به فروش ما و با اختصاص سوبسید به خریداران کمک کرد که خریداران بیشتری طرف ما بیان. ما از این نظر خب خیلی متشکر هستیم از این معاونت. به طور عمده شرکت‌هایی که در کشورهایی که این دستگاه تولید میکنن کشور آمریکا هست، آلمان، انگلیس، فرانسه، بعد کشور چین، روسیه و هند هستش که این دستگاه تولید میکنن. تولیدات ما هم تقریبا در سطح همون برندهای آمریکایی هست. اقتصاد امروز ایران متأثر از مؤلفه های فراوانیه که برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی باید به شرکت های دانش بنیان نگاه ویژه‌ای شود و با استفاده از اقتصاد دانش بنیان و با تزریق دانش به لایه‌های ضخیم اقتصاد ایران میتوان انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی را داشت.